مرکز ادبی احسان در چوکات اداره تخنیکی و مسلکی و ریاست ترانم به منظور ترویج شعر و ادب و استعدادیابی و فرهنگ جریان ادبیش را آغاز کرد. معاون اداره آموزش های تخنیکی و مسلکی اطمینان می دهد که با این جریان ادبی همکاری خواهد کرد و تحصیلات را برای گسترش بیشتران فراهم خواهد نمود. په دې برخه کې موږ پوره متعهد یو چې انشاءالله العزیز په خپل ټول وس او توان به دغه بخش ته کار کوو او دا ډیر مهم بولو. در این حال در افتتاحیه روند ادبی احسان نویسندگان و علاقمندان ادبیات گفتند که در شرایط کنونی برای حمایت از نظام نیاز به ایجاد چنین برنامه ها ضرورت است. دغه لوی ذخیره چې د ادب په تیرو 500 کلونو کې منځ ته راغلی، که هغه د شعر په شکل کې ده، که د کیسې په شکل کې ده، که هغه په بل فارمټ کې ده، دا باید راټوله شي، خوندي شي، تدوین شي او آرشیف شي، ولس ته ورسولی شي. دا د موږ ادبي تاریخ جوړوي او دغه ادبي تاریخ هم په کور دننه هم د باندې د موږ ادبي هویت جوړوي، موږ شناخت جوړوي. او په دغه شناخت باندې کله کله موږ ته داسې سرسري ښکارېږي، خو په دغه شناخت په اساس باندې حتی نظامي او سیاسي او استخباراتي پالیسۍ جوړېږي. جریان ادبی احسان در زمان روند ادبی و فرهنگیش را آغاز می کند که در دوران اشغال 20 سال ادبیات به ویژه شعر و ترانه میدان مبارزه را زنده نگه داشته بود که مجاهدین برای غلبه بر خستگی جنگ ها از آن استفاده می کردند.